بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه جهانی دین. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. شش ارکان برزخ وجود انسان. سه عملکرد روح. روح چیست؟ روح نه احساسات قلبی است و نه جریان ذهنیت و نه آنچه که ضمیر ناخودآگاه خوانده شده است، که این ضمیر در حقیقت همان حالات و کیفیات دل است که چون به عقل ذهن درک نمی شود ناخودآگاه لقب یافته است. روح همان امر الهی در وجود انسان و مولد اعمال است که سرنوشت را پدید می آورد و انسان را مسئول می سازد و اجر و عذاب به همراه دارد. اعمال ارادی بشر همان اعمال روح هستند، نه اعمال دل به تنهایی و نه اعمال ذهن به تنهایی. آنگاه که ذهن و دل به تصدیق می رسند، امر سومی رخ می نماید و آن روح است که کانون اراده و انتخاب بشر است و لذا انسان را مسئول می کند. پس واضح است که هر عملی از انسان اعمال روح نیستند، یعنی اعمال اراده و انتخابی نیستند و لذا انسان را مسئول هم نمی سازند و انسان هم در قبال این نوع اعمال احساس مسئولیت ندارد. چه بسا انسانی مرتکب قتل می شود و با کمال حیرت آن را منکر است و بلکه خود نیز این عمل را به طرزی غریب از خود نمی داند و احساس عذاب و جدایی هم ندارد. اراده ویژه بشری و معضل اختیار و انتخاب تماماً حاصل همایش و اتحاد ذهن و دل بشر در سلسله مراتب توحید است و این همان قلمرو به درک اراده الهی و حضور روح خدا در خیشتن است و همان روحانیت و الوهیت و به معنای کامل همان انسانیت انسان است. ما بقیه کردارهای بشر یا حیوانی اند و یا شیطانی و جملگی در سلسله مراتب غریزه و جبر و اکراه و ناچاری و ظلمت رخ می دهند و سازنده گوهر انسانیت و تعالی بخش ذهن و دل بشر نمی باشند. پس روح، اراده، انتخاب، یگانگی، مسئولیت، تعالی و الوهیت جملگی قلمرو به امری واحدند و آن قلم رو به پروردگار در انسان مؤمن و اهل معرفت می باشد. به بیان دیگر می توان گفت که روح همان روان یا جریان رابطه بین ذهن و دل است. ذهن آدمی قلم رو به دریافت مادیت و دنیاست، همانطور که دل قلم رو به دریافت معنا و آخرت و غیب جهان است. و اما روح قلم رو به یگانگی این امور می باشد. پس می توان از قدرت و عظمت و یا ضعف و انحطاط روح انسان هم سخن گفت و یا حتی از وجود و یا فقدان روح در افراد بشری، هرچند که فقدان یا نبود مطلق روح در انسان امری محال است. به لحاظی همه انسان ها حامل روح پروردگارند، ولی انسان به میزان ایمان و معرفت و جهاد دینی و به میزان رشد توحیدی و اتحاد ذهن و دل این روح را از عالم غیب وجود خود به عرصه ظهور و فعل می رساند تا آنجا که روح الله می شود. روحانیت هر بشری در معنای حقیقی آن همین میزان است. به بیانی دیگر می توان گفت که روح به عنوان امر و اراده الهی در آدم کردن میمون از قلب به عنوان منظر و درب ورود خدا به انسان بر وجود وارد می شود و از عالم غیب به سوی عین و دنیا و ظرف ادراک ماده یعنی ذهن می ریزد و انسان می تواند جهان هستی را در قلمرو مادیت درک نماید که همان نشانه های غیبی است که به عینیت راه یافته است. ولی ظاهر چه که قدرت روحانی انسان در قلمرو به توحید بیشتر باشد، درک این آیات غیبی در جهان عین عمیق‌تر و یقینی‌تر است. تا آنجا که انسان موفق به دیدار پروردگارش در همین دنیا می‌شود. کل جهان هستی و همه درجات محسوسات
و ادراکات بشر چیزی جز تجلیات گوناگون روح در درجات معرفت و توحید نیست. آنکه دارای روحی ضعیف‌تر است، جهان هستی را همچون یک ماسک مرده می‌یابد و بت‌پرستی همین است. میزان قدرت روح و درک جان و جنبش هزاران توی جهان همان میزان توحید ذهن دل می باشد که حاصل ایمان و معرفت و جهاد دینی است. انسان به میزانی که دوگانه است، گویی روح ندارد و اراده ندارد و انتخاب ندارد و مسئولیت ندارد و خدا را درک نمی کند و بالعکس. شدت و قدرت روح در انسان همان میزان انتخاب و احساس مسئولیت در حضور خداست، زیرا که جهان هستی محضر خداست. مسئولیت در قبال اعمال خیش به میزان قدرت و حضور و ظهور و خلاقیت روح در بشر است. ولی در مفهوم نهایی هر عملی از انسان، ام از کافر و مؤمن یا جاهل و عارف، تماماً از روح یعنی امر خداست، ولذا فاعل از اسماء خداست، یعنی خداست که در انسان عمل می کند و انسان ظرف و مجرای اراده پروردگار است. حتی اعمال حیوانی و بلکه شیطانی بشر هم شامل همین قاعده می شود. تفاوت فقط در عنصر انتخاب و مسئولیت پذیری در قبال اعمالی است که از خیشتن جاری می شود. این همان خدا پذیری و روح پذیری و میزان دین و انسانیت است. تمام فعالیت های بشری از روح است و فعل روح است و برون افکنی اراده خدا از بشر است. در اینجا اهمیت سرنوشت ساز معرفت نفس که حاصل ایمان و جهاد است واضح تر می آید که چگونه انسان بدون آگاهی بر خیشتن و جریان روان خیش و رابطه ذهن دل هرگز نمی تواند دارای انتخابی باشد که در مقابل پروردگار مسئول گردد. زیرا انسان تماماً احساس و درک می کند که این جریان در درون از خود او نیست و یک وارده غیبی می باشد و حضوری غیبی و قدسی است که سعی می کند خود او شود و هویت انسان گردد و این همان مقام خلیفت اللهی بشر است. این مقام حاصل معرفت نفس است. انسان به میزانی که اراده خدا یعنی روح را در می‌یابد و امرش را اطاعت می‌کند، وجود جاودانه دارد و خود می‌شود. این همان امانت الهی است که فقط بر انسان نهاده شده. این امانت همان روح یا اراده خدا در بشر است. بیان دیگرش این است که انسان به میزانی که خود را مسبب و عامل و مسئول اعمال و کلن سرنوشت خود می کند و نه دیگران و یا صنعت و جامعه و تاریخ را، آن امانت را پذیرفته است و انسانیت و روحانیت همین است. این همان تبدیل جبر به اختیار است، یعنی تبدیل قضا به قدر، تبدیل کن به فیکون. این همان واقعه خلقت انسانی بشر است. این همان واقعی تحویل غیب به عین است و متافیزیک به فیزیک و علمی جز این نیست و ما بقی علوم مجازی و محکوم به ابطال هستند. این همان علم روح است که اصل علم است. انسانی که در روح ضعیف است، دلش اساساً قلمرو غرایز و غریزه پرستی است که همان حیوانیت بشر است و ذهنش هم قلمرو به آرزو سازی و آرمان پرستی ناکجا آبادی است که آن تماماً دنیا پرستی و حرص است و این دو همواره در تضاد و استهلاک قرار می گیرند. و این وضع یک انسان کافر و بی‌معرفت است، هرچند که فیلسوف و دانشمند باشد و اتفاقاً چون این تضادی در انسانهای تحصیل کرده بسیار شدیدتر است و در عوام و امیون ضعیفتر. ولذا مردم عامی همواره بدین دلیل به مفاهیم توحید و دینی مایل ترند، زیرا دوگانگی ذهن و دل در آنان چندان عمیق و شدید نیست. ذهن، دل، روح یا اندیشه
احساس، اراده، سه رکن وجود معنوی و باطنی انسان است و همچون مثلثی است که قاعده اش روح می باشد. با توجه به مثلث من، تو، او، در اینجا معنای ذاتی او را به عنوان روح و اراده غیب و امر پروردگار بهتر درک می کنیم. از همین نکته نیز ماهیت اویی یعنی غیبی اعمال خود را نیز بهتر درک می کنیم. اعمال بشری دارای ماهیتی به غایت غیبی و متافیزیکی هستند. کل دین خدا بر مدار اعمال بشر سامان یافته است و سرنوشت ابدی انسانها هم بر همین مدار رقم می خورد. پس باید گفت که صاحب روح بودن عالی ترین اجر پروردگار به حیوان دوپایی به نام بشر است و نیز این که بسیارند که هنوز صاحب روح نیستند و در واقع هنوز میمون می باشند. همانطور که قرآن کریم اکثر مردمان را حیوان و پستر از حیوان می نامد، یعنی هنوز روح خدا در آنها دمیده نشده است. انسانی که روح ندارد، اراده و یقین و انتخاب ندارد و فقط دارای احساسات و خواسته هایی کور و مذبذب و مردد است. هر چیزی را هم می خواهد، هم نمی خواهد. هم می داند، هم شک دارد و نمی داند. او به طور غریزی و آن هم نه ارادی به سوی شرایط و کسانی می رود که برایش در عمل تعیین و تکلیف کنند و او را وادار به انجام کارهایی نمایند تا بدین طریق بتواند زندگی کند و مسئول خود هم نباشد. جامعه پرستی، عرف پرستی، حکومت پرستی، قدرت پرستی، جبر پرستی و ستم پرستی بشر جملگی از این بابت و بدین معناست. به میزانی که ذهن و دل آدمی به هم نزدیک و یگانه می شود، قدرت اراده که همان قدرت روح و میزان حضور خداست رخ می نماید و این قلمرو اختیار و آزادی حقیقی انسان است. آزادی اراده و انتخاب. عباد الله المخلصین در قرآن کریم از مصادیق چنین انسانهایی هستند که اراده آنها همان اراده خداست و اعمال آنها اعمال خداست و در قلمرو فراسوی خیر و شر و سود و زیان هستند و خداوند هم با آنها بی حساب است. این مفاهیم در باب این نوع انسانها در قرآن و احادیث شیعی فراوان می باشد. ظهور روح همان ظهور او یا هو از وجود مادی بشر است و این ظهور قلمرو شفاعت ها و کرامات و معجزات می باشد و قلمرو کشف و شهود. من و تو یعنی انسان و جهان بیرونش یکی شده و این یگانگی همان هوست، همان خداست. پس واضح است که این همان قلمرو عشق الهی است که از عشق های مجازی آغاز می شود. او یگانگی بود و نبود است، یگانگی ماده و معنا. و اما از بطن غایت برزخ بین ذهن و دل تحت شاء معرفت نفس رخ می نماید.